در بحث معاد اگر انشالله اگر از خب حالا دیگه بشر با آرزو زنده است، اگر زنده بودم و جایی سال آینده مثلا یا جای دیگه اینجا دیگه جای دیگه در محضرتون بودم، یکی از مباحث لازم جامعه ما بحث معاده. این بحث معاد خیلی در جامعه ما ضعیف است، نشده، نمیگن، نگفته، نشده، نکرده این و نکردن. اگر گفته بود و کرده بودیم جامعه ما اینجور که الان هست نبود. این شبهه را من در ذهن این جوانایی که تشریف دارن در جلسه پاک کنم از ذهنشون. یکی از مباحث معاد بحث شفاعت است. من چون روش کار کردم و نوشتم دارم ازش، همینجا دنبالم هم هست، هر جا برم اینا رو دنبال خودم میبرم که اگه بخواستم بحثی ازم خواستن آماده داشته باشم. در قرآن کریم 30 آیه ما در زمینه رجعت، در زمینه شفاعت داریم. شفاعت هم از دم مردن میاد هست تا غروب قیامت به فراخور افراد. حالا ببینم تا چقدر شما میتونم امشب خدمت شما عرض کنم، اونش که میخوام بگم برای این بحث هم چقدر شما میتونم عرض کنم. عرض کنم که شفاعت از ماده شفع است. شفع یعنی جفت کردن. نماز شب که میخونید دو رکعت پنجمیش نماز شفع است، یعنی دو رکعت. بعد اون یکی آخری که تک است و یک رکعت است میگن وتر، و شفع بل و یعنی جفت. شفاعت ماده جفت است، یعنی یه چیزایی من باید بیارم، یه لطف و احسان و محبت یا انسان که اکرامی هم از ذات مقدس حق و اهل بیت بیاد جفت میشه، من جهنم نمیرم، میرم بهشت. در عرض بود بر این که دنیا باید ایمان به توحید رو داشته باشم. ان الله لا یغفر ان یشرک به، مشرک قابل بخشش نیست. توحید داشته باشم، ایمان به رسول خدا داشته باشم، ایمان به امامتم داشته باشم، قرآن و اسلام اصول دینم رو درست کنم، اهل عبادتم باشم. اگر معصیتی کردم اونجا لطف اونا شامل می شود که من جهنم خلودی نشم. اونا میان میگن آقا جون به خاطر اینکه توحیدش، نبوتش، امامتش، معادش، نمازش، روزش، احسانش و و و، حالا این گناهانی هم که کرده ببخشید برید بهشت. اما به معنای تنبیه نشدن یا در دنیا یا در برزخ نیست. اینا 5000 روایت، اینا واسه اینجا با 5000 روایت در زمینه رجعت ما داریم. 5000 روایت در زمینه شفاعت، این میگم رجعت اشتباه میکنم، در زمینه شفاعت بیش از حدود 5000 روایت داریم ما. و 30 آیه در قرآن، هر 30 تاشو عادتش دارم حفظم شطانجا. حالا عرضمت بر این که در اینی که من عرض کردم و باعث دغدغه خاطر آقایون شد که هم دیشب و هم امروز و هم امروز و هم دیشب و هم پریشب و وریو شدن که آقا چطور میشم چیزی، این باید منقح بشه. دقت بفرمایید. عرضمت بر این که در دنیا یه وقتی کسی معصیت میکنه، خودش زنا میکنه، العیاذ بالله، پناه بر خدا، شراب میخوره مثلا، دروغ میگه، این کارهای معصیتی خودشه، حق الله هست اینا. اینا یا در دنیا گرفتار میشه، بیمار میشه، داغ میبینه، تصادم میکنه، پا میشکنه، مرض قند میگیره و و و و و امام صادق فرمودن دم مردن فشارش میدن تو قبرم یه بچلونی و فشاری و آزاد میشه و میره. یه وقت این حق و ناس است، حق و ناس است، حق و ناس باید در همین دنیا تسویه شود. حدیث داریم بابت یک درهم حق و ناس روز قیامت 700 رکعت نماز قبول شده از منی که خوردم مال آقا را میگیرم به این آقا میدن. اگر من همچنین باری ندارم تحویل بدم، گناهان او بار من میکنن، میگن آقا با گناهانش برو جهنم، بده کاری بهش. عصمت بر این که به امام صادق سلام الله علیه فرمود، عرض کرد که آقا جون، آقا شفاعت ما چی میشه؟ اینا در بحث شفاعت از روایاتش در معاد بحار. آقا فرمودن که ما شفاعت شما را میکنیم، میبریم بدون بهش، نمیزنیم بری جهنم شما بخاطر اینکه ما را به امامت قبول دارید. قدیریا جاشون جهنم نیست. اما اخاف علیکم البرزخ، تو قبر دو که میگذارن تا میاد بیاد برزخ و ما بیاییم تصویر حساب مال برزخه، اونو چیکارش میکنید؟ خوب گوش کنید، من یه نمونه خدمت شما عرض کنم که این معلوم شه بچه جور قصه، فقط خواهش میکنم خوب عنایت بفرمایید. عرضمت بر این که اول تیکرا بگم و بعد اونی که میخوام عرض کنم، فقط خواهش میکنم خوب گوش کنید. یکی از علومی که ما در حوزه ها اساتید بلند و بالا و والا مقامی داره در طول تاریخ مکتب تشیع، الان هم داره، علم رجاله. این حدیث که ما از کافی، از تهذیب، از اصلا که من لا یحضر، از کتابای شیخ صدوق، اینا که معاصر امام صادق نبودن که، بیش کلینی میگه از استادم ابو علی اشعری قمی قدس الله تربته، 95% درصد
روایات اصول کافی اساتیدش قمیان، محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی، ابو علی اشعری قمی، علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، اینا قمیان همشون. 95 درصد کافی اساتیدش قمیان. این مرد از ابو علی اشعری، ان احمد ابن یحیی، ان حسن بن محمود، مثلا عبدالله ابن سنان، از زراره، از امام صادق. این 5 تا بین شیخ صدوق تا امام صادق، بین کلونی تا امام صادق، اینا کیان؟ آخه اینا کیان؟ ما ازش حدیث نقل میکنیم بخوایم فتوا بدیم میگیم حکم خداست، کیان دینا؟ اینا کیان؟ در علم رجال بررسی میکنن. شیخ طوسی فهرست اسم کتابشه، نجاشی، کشی، رجال کشی از کتب اصولی و مادری معروف علامه حلی، از بزرگان ابن غزائری، این از بزرگان فحول فقهای شیعه در این فن آمده جلو، تا اینکه قریب عصر ما شیخ انصاری از فحول فقها شاگرد داره به نام عاشق عبدالله مامقانی. این مرد بزرگوار که آقازاده شون 7 8 ساله بوده، باباش فوت در نجف، اومد تو قم رحمت خدا رفت. عاشق عبدالله مامقانی از فحول علمای عظیم و قدر این فنه. یک کتاب داره به نام تنقیح المقال در فن علم رجال، در علم رجال، در احوال علم رجال، علم رجال نا که حدیث نقل کردن از زمان خودش میکنه و میره تا رسول خدا، از رسول خدا اصحابا میچینه بغل همون میاد تا پایین، حروف الف 60 جلده، از نفائس و ذخایر شیعه است. این مرد بزرگ اسمش گذاشته میشه تنقیح المقال، تنقیح المقال فی علم الرجال 60 جلده. این مرد بزرگ وقتی میرسه به ترجمه استاد استادش، یکی از علمای بزرگ مکتب تشیع، ملا احمد نراقی است، نراق کاشان. این مرد بزرگوار با عظمت ملا احمد نراقی در کاشان حوزه داشته، شیخ انصاری که استاد اعظم و استاد کل، یکی از شاگرداش اخوند خراسانیه که اخوند خراسانی ناینی و عاشق عبدالکریم حاری و بروجردی یک شاگرداشن. چی بود شیخ انصاری؟ این شیخ انصاری فهمید که حوزه علمیه ملا احمد نراقی در نراق کاشان پرباره، نجف و اون عظمت را و کاشف الغطا و اون عظمت را رها کرد، اومد 4 سال تو کاشون موند. ملا و علمیت شیخ انصاری میگه از این 4 سالی که در کاشان شاگرد ملا احمد نراقی بودن، بعد برگشت رفت نجف دوباره. ملا احمد نراقی استاد شیخ انصاری، عاشق عبدالله مامقانی در تنقیح المقال، این از مطالب معروف بین فقها و حوزه نجف اشرفه. میگن ملا احمد نراقی فهمند که در جوانی ازدواج کرده بودم، خانمش هم از بستگانش از همین مراق خودشه، بردمش نجف، رسیدیم شده ماه رمضان، ماه رمضان شد بر ما گذشت، 3 شبانه روز، روزا روزه میگرفتیم، شب یه لیوان آب افطار میکردیم، سحر یه لیوان آب افطار، 5 تا نون 10 شایی بود، نداشتیم بخریم، نبود، فقط و درس میخوندن اینجوری که شیخ انصاری تحویل میدادن دا. حالا افتاب لگن 7 از شامونه هاری چیه؟ حالا همه امکانات فرامون، اما خوبه نیستی تو حوزه ببینی که قصش میکشه آدم ها. ملا احمد نراقی میگه 3 روز بر ما گذشت، افطار یه لیوان آب، سحر یه لیوان آب، 10 شای بریم 5 تا نون بخریم، 10 شای بخوریم نمیریم نداشت. روز سوم خانومم گفت مرد مؤمن، مگر امشب یه لقمه نون گیرم نیاد میمیرم، حالا روزه که باید بگیرم چی چیز بخورم که روزه نگیرم، مگه امشب چیز گیرم بدتر میلرزه بدنم، پاشو برو چه کاری میتونی بکنیم ما، من دارم میمیرم از گرسنگی. من از خونه اومدم بیرون، گفتم برم قبرستان وادی السلام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه اونجا بشینم، ما رمضان یه یکی میاد میگه آقا جون یه ریالا بگیر مال آقا، من اصول قرآن بخون، بیام بریم دوتا نون بخریم بخوریم، خدا داریم میبینیم از گلستنگی. اصل ما رمضان آدم نشستم رو قبرستانه وادی السلام، همینطور که نشسته بودم ببینم خبری میشه یا نه، چشمم به گمبد افتادم، بیا امیر المؤمنین یه جوری ما رو از این فقر نجات بده، من عاشقم نجف بمونم درس بخونم، اما اینجوری هم خود نمیشه، خودم یه چیز زن جوانم داره از بمیره. نشسته بودیم دیدیم 5 تا سوار اومدن، 4 تا از سوار اومدن، یه سوارم یه جنازه تو تابوت روش بستن. تنقیح المقال ترجمه روحانه نراقی، اگه قوم اومدید من در خدمتتون میذارم ببینید. گذاشتن اصلا اینکه تابوت ها از رو اسب وا کن گذاشتن زمین، جنازه تو این تابوت بود، 4 نفری وا کن گذاشتن زمین، یه قبر کندن. نزدیک مغرب شد، دل من اونجا نشستم، گفتن عاشق ساکن نجف، گفتم بله، گفت ما فاصلمون 50 60 کیلومتر راست باید بریم، هوا هم تاریک میشه، راه هم ناامنه، همیشه این عراق این عربا لسوس و لشوش و این حرفا بود، استاد خطر داره برا ما، هم روزه میخوایم برسیم به این، بخوایم وایسیم و اینا دفنش کنیم زمان میبره، ما اینا میخوابونیم تو قبر و میریم، تو میشه
خشت را بچینی و خاک را بریزی روش؟ گفتم باش. اینا گذاشتن میان قبر و اومدن بالا و سوار بر اسب و های برو برو های در رو فرار رفتن. ما موندیم قبرستان آبادی السلام و این مرده تو قبر. رفتم پایین و خشت اول را برداشتم خم شدم بگذارم روی اینجا و بعدی و لحد و مندم و خاک را بریزم همچنین دلا شدم دم یه باغ جلومه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم القبر اما روضت من ریاض الجنه او حفرت من حفر نیران. قبر اگه سلمان رو بذارن توش، بروجردیه بذارن توش، باقی از باقای بهشت. اگه صدام رو بذارن توش، گودال یا جگال لعنت الله علیه، گودال گودال جهنم. مولا احمد راقی هموجا تو قبر وای ساده است، اما به خاطر اون عبادت و اون صفا و اون روزه و اون نور روحش میره تو برزخ. شما هم میتونی بری به خدا قسم، قرآن بده قسم بخورم، قرآن بیار قسم بخورم، شما هم میتونی بری متابعه اون کارا که اون کرد بکنی. میگه رفتم دم یک باغ مجلل و مفصل و بزرگ، درختان سر به فلک کشیده و بلبل و چه چه و چه چه و یک قوقاس اینجا نهر آب و درخت و اشجار و چه هوا لطیفی اینجا. کجاست این باغ؟ تو نجف نبود. حالا هی میرم و هی نمیرم کجاست اینجا. رفتم دیدم یک کاخ مجلل مثل این قصرهایی که بعضی از آزاداتون فرمانیه و نفلشته و کجا دارن، مثل اینجوری مهم او هست. رفتم جلو دیدم در بازه، رفتم تو دم یه آقای بالا اونجا نشسته، دور تا دور این ساختمانم افراد نشستم، منم دم در نشستم زمین. تنقیح المقال آیت الله العظم شیخ عبدالله ممقانی از شیخ انصار نقل میکنه از استادش مولا احمد نراقی، کتابش هم چاپ شده و موجوده. وارد شدم و نشستم دم در. همینقدر که نشستم و اینم نشسته اونم چون با هم حرف میزدن، حالا منم نمیدونم کجا اومدم. منم بالا اولین بارس روح تخلیه میشه، جسم میمونه، روح میره تو برزخ. میتونه بری یا خدایا منم نیامد که دروغ بگم، با چشام دیدم برد آقای بهادینی را، با چشام دیدم اصل جواد حیدری در یزد تخلیه داشت، خالی میکرد و میرفت. اما اونا نماز شب میخوندند، اونا عاشورا میخوندند، اونا همه چیز چیز نمیخوردند، اونا همه جا نگاه نمیکردند، اونا به عمرشون بخیل بودند، به عمرشون بخیل بودند، به عمرشون بخیل بودند. نشسته بودم دم یک بوی گندی بلند شد، برگشتم دم یه مار داره میاد تو. جگرم از وحشت هیولای این مار پاره شد، اومد تو دم، همه هم تکون نمیخورن. آمد و مستقیم آمد و این که بالانش نشسته بود پاشا یک نیش زد، نیش که زد این قرمز شد، زرد شد، سیاه شد، عرق کرد، پیچید به خودش، این مارم مادو بیرون رفت. به تا 5 دقیقه من خود طرف حال بیاد دوباره اومد رفت. بار سوم که آمد و رفت نیش بده، گفتم بابا چطور شما همه نشستید، خب اینا دفعش کنی. بغلی من گفت مولا احمد آرام باش، اینجا دیگه حرفا نیست، تو اومدی تو برزخ، اینجا حرفا نیست، دفعش کنی که نیست، که دنیا که نیست، که برزخ است. یا الله کجا داریم بریم؟ اون آقا که اون بالا بود، من گفتم شما کیا نشستی؟ گفت اون آقا که اون بالا نشسته همون مرده است که همالا تو قبر گذاشتن، تازه وارد شد. گفتم شما کیایید؟ ما قوم خیشای اینی که زودتر مرده ایم، یکی وارد برزخ میشه ما میریم به استقبالش، دیدنش، حال احوال. اگه به سراغ بگیریم مثلا عمه، عمو، خاله، پسر خاله، بگید آقا مرد میفهمیم برزخ، این وادی سلام نیامده است، معلوم میشه بلهوت است، راه میافتیم میریم چیکار میتونیم بکنیم برات، چرا اونجاست؟ داریم ما بستگان آقا هستیم که زودتر مرده ایم، اومدیم به استقبال و دیدنش و سلام و حال و احوال. قوم خیشای دوران احوال پردار میکنیم با هم دیگه. گفتم خب تو کی هستی؟ خود اون آقا که اون بالا چیزه بود و مار نیشش زد اونجوری به زبان آمد. گفت من یک مرد متدین از معنونین و آبرودارای بازارم. گفتم این مار چی چیه؟ گفت من یه روزی گوش کنید، یه روزی داشتم تو بازار نجف میرفتم، دیدم یه آقای بقال یه آقای مشتری با هم دعواشون قال و قیل سر و صدا. رفتم گفتم چتونه؟ دیدم بقاله میگه دیروز 11 شایی 100 میلیارد نبا، 3000 میلیارد هم نه، 11 شایی. اونایی که به سن منن یه پولای ما داشتیم، سکه بود، زرد بود، 10 شایی بود اسمش، این نصف یه ریال بود. بقاله میگه آقا جون 11 شایی خرید کردی، 5 شایی دادی، 6 شایی بده کار شدی. مشتری اشتباه میکرد، گفت نه خیر 11 شایی خرید کردم، 6 شایی دادمت، 5 شایی بده کار شدم. اختلاف سر یه شاییه. ما اومده
اومدیم جلو و گفتیم که خب مرد مؤمن براش تو تا شیعه برابر امیرالمومنین سر یه شاه دعوا میکنید. بقال گفت بابا من صبح تا شب میگه چقدر کاسب میکنم، منم عیال بارم دختر دارم، این ده شاه که این خرید کرده از همین یه شاه سودش بوده، اینا میخواد نده. ما برگشتیم گفتیم بابا ها ببین از زبونه صاحب مرده آدم گاهی فضول میشه، الله اکبر از زبونه فضول. اومدم گفتم بابا تو نیم شاه بیا بالا، تو هم نیم شاه برو پایین، کوتاه بیا. سر نیم شاه معامله را ماسوندم، گفتم نه یه شاهی که تو میگی مطلب دارم، نه یه شاهی که تو میگی من بده کار نیستم، درسته نیم شاهی بده و قرار بکن قد دعوا نکنی با هم دیگه. چیکار کردی؟ مشتری گفت باشه، بقال هم گفت باشه. من باید رازش میکردم، یا میگفتم من میخواستم دعوا جمع بشه ورود کردم، یا آقا راضی هستی یا نه ناراضی هستی، بسم الله بسم الله رازش میکردم و میرفتم. حالا که مردم و تو قبرم گذاشتن، تو اومدی اینور ملکن اومدن، توحید و نبوت و امامت و معاد و نماز و روزه و خمس و حج و جهاد و زکات و تا آخر ریز و موی تمام کارام درسته، هیچ مشکل ندارم، فقط همین است که بقاله یه شای طلب داشت، حق با بقاله بود، نیم شای من با زبونم پاگل مال نیم شای پاگل این مال این بابا کردم، اینم راضی نبوده است، من باید راضیش میکردم. یا آقا راضی شدی یا نه؟ یا عجیبم بدم آره که میخوام دعوا خاموش کنم، عجیبم بدم دعوا را که میخواد چاخ خاموش کنی عجیبت، خب خرج کن، چرا از جیب اون خرج میکنی، از جیب خودت خرج کن. حالا که اومدم به معلوم شد حق با بقاله بوده و من با زبونم نیم شای حق این بقالا پامال کردم، این مار مأمور است، این نیش است مأمور است به من نیش بزند 5 دقیقه یه بار تا ببینیم کی بقاله میمیره. میاد اینور امیرالمومنین بیاد بگه بابا جونم این نیم شایا به چند دید من بد بدم تا تو با این نیم شایا با چه عوض میکنی، چی میخوای؟ حالا یه چیز بگم، اونی که میخوام بگم اینه، بنده 1,000,000,000 تومان از این مال این آقا را خوردم، جواب این آقایی که این شبهه شده براش، 1,000,000,000 از این آقا من خوردم و همام هستم همه 1,000,000,000 بود، ایشون هم خورد به زمین و خورد شد. خب حالا اگر دادگاه و شکایت و بزرگتر و کوچکتر و برو بیا و جمع شدیم و یه شفیع آمد و گفت آقا جون بیان جا، ایشون این حسن احمدی یه آپارتمان دارد در فلان مرکز 1,000,000,000 بیا بگیر، بیا بگیر و رضایت بده، میکنه یا نمیکنی؟ ها میکنه، میگه من 1,000,000 از من برده است، این 1,000,000 به من بده من میرم، میگیره و میره، درسته؟ این کار یا در دنیا شود یا اگر در دنیا نشود در آخرت میشود، اینم نه در برزخ، در برزخ چوب خیس کردن آماده به کاره، سب میکنیم قیامت میشود، قیامت که میشد منی که مالا خوردم و این آقایی که تو دنیا، اصلا بهشت مال کسانی است که ایمان توحید نبود امامت معاد نماز روز خمس حج 1 2 بلا در دنیا ولنبلون نکم، شما نبودید شب جمعه گذشته، ولنبل نبارشو بگید گوش کنید، ولنبلون نکم بشی من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین اولئک علیهم برکات و صلوات من ربهم و رحمه. بهشت مال کسانی است که اعتقاد عمل از یک طرف بلا را به انواع مختلف میریزه بهش و صبر میکند بر بلا، هر چه بیشتر صبر کند اونور درجات بیشتر است. شما از طریق من مالت از این دنیا از بین رفته، تو این دنیا خورده زمین و سختی و دربدری و فقر و زن و بچه و نمیدونم دختر و پسر و دوماد و مستاجر و الی آخر و تلخی ها کشیده ای. حالا اونور منم که مالت خوردم توحید قبول داشتم، یهودی نبودم، کمونیست نبودم، کمونیست نبودم، یهود نبودم، مسیحی نبودم، وهابی نبودم، یزیدی نبودم، عمری نبودم، منم یکی زن که اینا قبول داشتم، من تا حالا دیگه شیه تو گولم دلی مار شما را خوردم، تا روز قیامت تو برزخ کتکه، نمیدونی چه خبر است، نمیدونی، نمیدونی، الهی ندونی. روز قیامت دوتا را نگر میدارن، اینجور نیست که اون کسی که مالش را خوردن بگید برو بهش تا منیم حسن احمد چکار میکنه، نخیر، دوتا صحرای محشر وایسادیم یخی منو ول نمیکنی، میگی آقا خوردی بده، خوردی بده، راستم میگی. امیرالمومنین میاد میبینه بابا اینا هر دو شیعه بودن، این مالش از بین رفته، اینا مالش را خورده، حالا حسن احمدی هم تو برزخ خیلی بهش زدن، حالا بلد خباد بلد بهش، اینم نه بهشتی که مال نخورد و میلندا. امام معاد بحار است، باب الجنه و نعیمها، میگم که باید یه بار من بحث معاد مفصل بگم اینجا. امیرالمومنین امام صادق فرمود تو بهشت بهشتیا به درجات که نگاه میکنن مثل شماست که رو زمین به ستاره ها نگاه میکنن، اینقدر درجات بهشت بالا فرق میکنه، اینقدر درجات بهشت فرق میکنه در معاد بحاره. باب الجنه و نعیم ها شیخ صدوق از امام صادقه فرمودن که همینطور که شما به ستاره ها نگاه میکنید میلیارد فاصله است،
است. اون کسی که نماز شب میخونه که پهلو، اون کسی که خوف و خوف میخوابه تا آفتاب میزنه که جا بغل هم نیستن که. من چند سفر ارض بن کربلا بودم، جوون دیدم از نجف پیاده راه افتاد، شاید 24 ساعتی 2 ساعت میخوابی طفلک، اینم چنده میزد اینجا میخوابه تو پامشود راه میافت. عاشورا لعن و سلامت دهنجوان میافتاد، میرسید به جایی که میشه 1 ساعت بعد از اون صبح وا میساد نماز شب میخوند. چه نماز شبای میخوند؟ جوون بود، نماز شب میخوند، نماز اول رخ میخوند، عاشورا میخوند، قرآن میخوند، هر کم رفت حب بزنه یه آره یا نه، بعد رفتم با سرش جواب تا کربلا رسید. رسیدیم کربلا، دم چه حال داده توی نجف تو کربلا. خب یه کلیپ هم دیدم من رو موبایل، شیعه امیرالمومنین اومده کربلا، کلیپش هم خودم رو موبایل دیدم، میگه که اینجا جاده کربلا نجف است، اینطوری اینطوری میکنه، هی میچرخونه نگاه نشون میده، اینا جاده نجف و کربلا است، اینا پیاده ها دارن میرن کربلا، اینم تیر حالا دیگه نمیگم کجا، عمود 700 مثلا، اینجا عمود 7 نشون میده، عمود 700 نشون میده، مسیرم نشون میده، خیابون جاده را دارن میرن، علامات دستشونه، پی پیر زن و پیر مرد و عاجز و چهار دست و پا و یه بس همه نشون میده که بعد خب حالا بریم توی خیمه، وارد میشود توی این چادرای موکب که عربا میگن موکب، وارد موکب میشه، میبینیم 5 تا جوون بچه‌ای که از شهرای کریم میخوام بگم کجا نشستن ورق بازی میکنن، به این مشکیم قسم خودم دیدم دارن ورق بازی میکنن، هر دو میرن بهشتا، شیعه امام حسین اربعین پیاده اومده کربلا، دستشو میگیره مگه میشه جهنم بره، اما یه جا میرن با اون. خب نه خدا عادل نیست، اون کسی که رجب و شعبان روزه میگیرن و اون و ماه رمضان، وقت اون کسی که ماه رمضانش هم وقت شیعه هم است میاد مثلا مشکی و سینه و عزاد اگه میرن این آقا نیست اینجو. روز قیامت که میشه مولا امیرالمومنین آیه قرآن بود بدون وردید اون موبایلتون، ان الینا ان الینا ایاب، گوش کن ببین چقدر الله اکبر، هم برگردن به جامعه، ان لینا اینجوری داره میگه جوون، میگه بابا قرآن میگه لینا، این قرآن کدوم سوره است؟ نه 69 زمر اون آیه بود، غاشیه سوره زمر اون آیه 69 بود، اون چیز دیگه بود، اون اشرقت الارض به نور ربها بود، این ان غاشیه چند آخر غاشیه سوره غاشیه آیه آخر، ان لینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، این جوون میگه قرآن ورده میگه آقا ببین خدا میگه لینا ایابهم لینا علینا حسابهم، جامعه اما گفت ایاب الخلق الیکم حسابهم علیکم، گفتم هر دوش درسته، مگر میشود؟ گفتم بیان جا کدومتون بودی؟ گفتم بیان جا نگاه کن، خدا میگه ان الینا ایابهم، نمیگه الیه، نمیگه به سوی من است حسابتون با من است، میگه الینا با ما، ما کیان؟ خدا که مثل من جسم میشه بیاد واسط حساب کند که، میگه نمانده من علی هر کاری کردم قبول، الینا ببین سوره غاشیه میگه الینا ایابهم علی نا حسابم درسته، اما الینا یعنی خدای خودت میاد و میشه حساب میرسی، نه بابا ایاب الخلق الیکم یا حسین و حسابهم علیکم یا حسین، نا که میگه یعنی حسین، نمیگه من، میگه ما، وقتی میگه ما یعنی من حسین، من فرمانده حسین مجری، من رهبر و رئیس و قائد و کل و فرمانده کل قوا، اجرا کننده امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین، امام رضا، و امیرالمؤمنین میاد جلو میبینه دو تا شیعه سرمال دنیا، اینم سختی کشید دستم، منم خوردم کیفجا کردم، خب حالا دو تا رو میخوام بفرستید بهش، خب ما خود جامون جهنم خلودی نیست با توجه به اعتقاداتمون، این آیه قرآن روایات از صحاح از دین ماست، معاد اصل دین ماست، خب ما که جامون جهنم نیست، این دو تا هم معطل تو صحرا هم ول نمیکنن، میگه آقا بیان جو ببینم تو دنیا چقدر ازت خورد، میگه 1 میلیارد، میگه اگر تو زعفرانی یه نمیدونم کجا تو اصفهان کجا مثلا تو جلفا اصفهان اگه بابت این 1 میلیارد یه آپارتمان بد میداد راضی میشدیم، میگه بله، میگه حالا این آپارتمان اگه من اینجا بده، اگه اونجا بد داده بود گذاشت جو زلزله خرابش کرد و خراب شد، حالا اینجا من حاضرم بهتر بدم، چیکار میکنی؟ میگه کو میگه دین سا، آخ عجب کاخی و عجب هوری، میگه آقا حرفی ندارم، همونجا هم با رضایت است، همون هم. خب وقت مخ از اون من دیگه از اون کتکم خوردم، من دیگه روز صحرای در قیامت صحرای محشر رو به پای استاده و یوم یقوم الناس رب العالمین و یوم الحسره و یوم التقابل و یوم التنادی و یوم التقابل، قبل یعنی نگاه میکنه سرمایه های انسان عمرش رفته، مالش رفته، اولادش هم یوم یفر رو بچه ها ازش فرار میکنه، یوم یفر رو هیچی نداره، تو صحرا میدوه، خورشیدم دونه دو تا شیشه دوازمت میاد بالا وامیسه، ازش شمس و کورت خاموش میشه، اما حرارتش مثل کله آتش وامیسه، حرارت میده، اونقدر عرق میکنه که عرق تا گردنش میاد، از آتش عرقای خودش رو میخوره، از انگشت تا اینجاشم میجوه،
از شدت حسرت درد نمیفهمه. یه کاری بکنید که موقع مردن بگید برو بریم. حدیث در امام صادق فرمود شیعیان و دوستان ما داریم که ملک مقرب سلام الله تشریف که میارید میگه آقا جون این گل بو کن، جونش میاد با جون دادن بعضی از مؤمنین گل بو کردن است، هیچی نمیفهم. سعی کن اینجوری باشی، اینجوری بری، نه اینکه خضوع و فقلو. یه جوری بریم در برزخ و در اون طرف، یه جوری بریم که بگن نم نومت العروس، همه جور که عروس تو حجله میخوابه میگن بخواب آقا جون، تخت نو و لحبات و شکه نو و متکای نو و اتاق تمیز و رنگ کرده و آماده و قضا هم گذاشتند و همه هم دورو برد و کی بخواب نم نومت العروس. بعضی هم شروع میکنن زدن، اونقدر میزنن بنا میکنه فریاد بزند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خدا امنت وقتی من به یاد میرسم بدنم بنا میکنه بلز، خواب ازم گرفته میشه، خوراک ازم گرفته میشه، حالم گرفته میشه. سوره مؤمنون اگه قرآن بیاری یا بیار قرآن تا سوره مؤمنون آیه 99 به بعد، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، وقتی میمیره اون ورا بنا میکنه ببینه که آماده اند برا زدن، بنا میکنه داد بزنه برم گردونید. حتی اذا جاء احدهم الموت، کی رو قرآنش موبایل هست؟ کی رو موبایلش قرآن هست؟ بده ببینم. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمت هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. وقتی مرگا میبینه میگه برم گردونید، این حرفی است که تو میزنی، نه خودت قیمت داری نه حرفت. بله، سوره مؤمنون آیه 99 و من ورائهم برزخ، بفرمای تو برزخ. برزخ یعنی اینجایی که در دنیا جسم و روح با همه، در روز قیامت هم جسم و روح با هم میرن بهش، اما در برزخ روح هست و عذاب، اما جسم میگه تو قبر افتاده است. دو سه تا آیه که میره جور فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون، وقتی نفخ صور میشود دیگه من پسر کیم و من نوه کیم و من عموم کی و من خالم کیه، به درد نمیخورد، پسر از پسر فرار، پدر از پسر فرار. من ثقلت موازینه، من خفت موازینه، تلفح وجوههم النار الم تکن آیاتی تتلا علیکم، مگه رو منبر نگفتم زنا نه، شراب نه، دروغ نه، مگه نگفتم حق الناس نه، مگه پیغمبر و امامو نگفتن؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا و کنا قوما ضالین، هوای نفس برم غلبه کرد و مال این بابا را خوردم و به زمینش زدم و دخترش ها اینجور، پسرش ها اینجور، حالا برم گردون آدم میشم. خدایا این جمله ای که اینجا نوشته تو را به امیر المؤمنین با ما نگیا، من تحمل ندارم، خدا هرچی میخوای بزنی همه جا بزن، اونورینی که میگیا به من نگیا، تو را به رقیه قسمت میدم به من نگو، تو را به علی اکبر به من نگو. وقتی میگید برم گردون میگم قال اخسئوا فیها ولا تکلمون، ما وقتی سگ بهمون حمله میکنه به فارس، ما فارسا میگیم چخ، این چخ عربیش اخسئه. میگه وقتی میگه برم گردون میگم چخ، با من حرف نزن. مال کی؟ چرا آدم تو دنیا جوری را بره که اونور که میره بگه برم گردون، چرا جوری نری که اونور که میگن بیا بریم بگو بدو بریم، حسین کجاست؟ نمیدونم قانع شدید؟ قانع شدید درستش. ان الینا حسابهم، ان الینا ایابهم، ثم ان علینا حسابهم، ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم. مرحوم آیت الله شفاعت، برگردم، مرحوم آیت الله اشق عبدالکریم حائری یزدی، سلام خدا به علمای یزد که هر کدوم دست میذاری از روی که نورانید با عظمت در عجب شهر حاصل خیست، عجب شهر حاصل خیست، اولیاء عظیمی داشته. آش عبدالکریم حائری رضوان تعالی علیه 25 مرحوم آت الله آش خاج مرحوم آت الله خاج آقا مرتضی حائری، فقیه زاهد نور خدا، آقازاده این مرد بزرگ، یه کتابی داره نوشته هاشو چاپ کردن بعد از ایشون، البته دستکاری هم کردن که خیانت است، دستکاریش کرد این مرد بزرگوار، دست نوشته های داشته بعد از خود چاپ کردن، اسم کتاب از سر دلبران تو بازار هست، سر دلبران، نوشته ها و
احوالات و برنامه‌های آشخمار آقا مرتضی حائری. ایشون توی کتاب نوشته میگه بابام برام نقل کرد فهمود 23 4 5 ساله بودم در نجف در کربلا درس می‌خوندم، تازه هم ازدواج کرده بوده. عرصمت گوشتو چی خبر است؟ یه روزی اومدن به ما گفتن آقا جون بیا بریم تو باغ آسد جوادنامی. کی بوده نمیدونم، آسد جوادنام بوده تو کربلا، باغ داشته و با صفا و تفریح، بیا بریم اونجا تفریح. من رفتم اونجا، نه میگه که بابام نقل کرد گفت شب سه شنبه ای خواب دیدم بهم گفتن عبدالکریم سه روز دیگه بیشتر زنده نیستی. حاج آقا مرتضی حائری تو این کتاب نمیشه، من دارم کتابشو خودم خوندم، از کسی نقل نمیکنم، خودم خوندم. میگه حاج آقا مرتضی حائری میفرماید بابام نقل کرد فرمود شب سه شنبه ای تو کربلا خواب دیدم بهم گفتن عاشق عبدالکریم شما سه شب دیگه بیشتر زنده نیستی، جمع کن کارادا سه شب دیگه بیشتر زنده نیستی. منم تازه ازدواج کردم، خانم بردم کربلا درس میخوندم 23 4 سالش بود. از خواب بیدار شدم و رفتم درس، صبح سه شنبه بود، رفتم درس و گفتم خوابا چه خواب چه صدقه میدیم و رفتم چیزیش نگرفتم. چه دیگه من زندم یعنی چی؟ رفت روز پنج شنبه رفقا اومدن گفتن عبدالکریم خدا رحمتش کنه بیا بریم باغ آسد جواد، خسته شدیم از این درس و بحث و کارا، بریم تفریح. گفتیم برو بریم. رفتیم تفریح و رسیدیم تو باغ، رسیدیم تو باغ مندم مرمورکم میشه دو سردم و سردم و سردم. گفتن او که تبی داری؟ تب رب بالا، رب بالا، رب بالا. حالم بد شد یهو یادم آمد به من پریشب خواب دیدم بهم گفتن سر دیگه بشرده نزدی من داره میمیرم. من گفتم رفقا، گفتم بله، گفتم من خواب دیدم پریشب من دارم میمیرم، زود منو بلند کن برسون بشه، برسون به کربلا. بلند کردن ما رو و شروع کردن آوردن به سمت کربلا. همینقدر که رسیدم به شهر کربلا و چشمم افتاد به گنبد نورانی و با عظمت سید الشهدا، گفتم یا حسین جوونم تازه ازدواج کردم اومدم تا درس بخونم، من نمیخوام الان بمیرم، من آماده نیستم، بیا شفاعت کن. ببین ایاب الخلق الیکم، ببین چقدر قدرت دارم، ببین چی چیه، ببین کجا نشستی. آقا شفاعت کن، آقا کمکم کن، زن جوونم در بده بنده خدا شکست میخوره، داغون میشه تو غربت، پدرم مادرم شروع کردم التماس ابی عبدالله کردن و اما دیگه دارم از حال میرم. رسیدم تو خونه و گذاشتن رو دوشک محتضر شدم. اونم دستا رو بستند و پاها رو بستند و مستحب است انسان که محتضر میشه شستا پاهاش رو ببند، پاش جمع نشه کوتاه بلند بشه از بین بره، دستا رو ببند، چشماش رو ببند، دهنش رو ببند، قیافش مشوه نشود، کنارش بشینید و صافات بخوان، یاسین بخ... تو قبر که میذارید تنهاش نگذارید، بشینید کنار قبرش، قرآن بخونید براش، تلقینا بگید براش. فاطمه زهرا فرمود یا علی فاطمه و علی، یا علی بعد از دفنم پانشی بری، یا بشین کنارم قرآن بخون. یک شبی در پیش داریم، یک شب و روزی تو قبر در پیش، مگر کرم حسینی، اصول الکرم، اصول الکرم، اون کسی به داد ما برسه. بذار یه چیز بگم براز و برمیگردم، برمیگردم اصول الکرم برمیگردم. یالا یادم اومد مرحوم علامه ملا صالح برقانی شهید بهایا، برقانی قزوین تو محراب بهایا وقت نماز صبح کشتند بهایا، این مرد بزرگوار در مخزن البکا، چون سه کتاب داره، معدن البکا، منبع البکا، مخزن البکا، دوتاش فارسی یکیش عربی است، در مخزن نقل میکنه اینا. میگه که یه روز امام حسین صلوات الله علیه توی اتخونش سه بود، گوش کن، دید یه بچه داره زار زار گریه میکنه و حق و حق میره. فرمودن غلام جون، فرمودن غلام بودو ببین بچه چرا گریه میکنه. دوید اومد گفت بچه چرا گریه میکنی؟ گفت چی؟ اومد گفت آقا میگه آقا بیارش. وقتی اون چیز گفت بچه جون چرا گریه میکنی؟ چه گریه میکنی؟ گفت آقا من بچه یتیمم، بابام کوچیک بودم مرده، مادرم چند تا بچه یتیم ما رو داره با فقر و کارگری و کلفتی خونه ها بزرگ میکنه، ما فقیریم، مادر من بیمار شد، هرچی دکتر دوا کردیم خوب نشد، حالا یک دکتر یهودی اومد تو مدینه، میگن خیلی حاذقه، بردم پلو دکتر یهودی مادرمو، مادر من معاینه کرد گفت که علاج این زن و این مرض جگر اسبه، ما نون نداریم بخوریم. جگر اسب کجا میتونم گیرارم؟ آقا فرمود دکتر به تو گفت جگر اسب؟ گفت بله. گفت غلام؟ گفت بله. گفت بدو تو استبل من یه اسب بکش بیرون، سرش ها ببر جگرش ها داغ بده به این بچه. بچه یتیم نباید گریه کنه. اما اون از غروب عاشورا و بچه ها خوده، اونم دوید اسبا زد زمین، سرا برید، شکم و پاره کرد، جگر را داغ داد دست بچه، بچه یتیم 6-7 ساله برای کم مثل نخوچی به پره بخ شاد دوید. آقا فهمود الحمدلله که یه بچه یتیم شاد را. ببین
تفاوت را از کجاست تا به کجا. این بچه رسید تو مطب دکتر گفت آه دکتر آوردم جگرا. گفت دید یه جگر داغ دست این بچه هست. گفت بچه بعد تو میگی من یتیمم فقیرم من نون ندارم بخورم، اسب چند میلیارد کی میدونم چند میلیون بلد نیستم ندارم، اسب انگروی جگر داغ از کجا آوردی دوزی کردی؟ گفت نه بابا یه آقای تو شهر ماست، من داشتم گریه میکردم میرفتم صدا گریه منو شنید منو صدا زد رفتم تو، وقتی رفتم اسبشو کشت به من. گفت بچه این اسب چه رنگ بود؟ گفت سفید بود. گفت سفید به درد نمیخوره با جگر مشکی باشه. بچه دوباره وارف منم کد گریه کن و برگشت رسید در خونه امام حسین. همون غلام بود و بگم چرا بعد دوباره گریه میکنه؟ اومد گفت آقا، گفت بله، گفت میگه جگر اسب سفید به درد نمیخوره با جگر اسب مشکی باشه. گفت غلام بده تو اسب، اسبو بکش بیرون بذار زمین، شکمشو پاره کن، جگر داغ به میده بچه بداره، نباید گریه کنه بچه. دومی دفع اسبا زد بزن برقانه نقل میکنه، مرد بزرگیست، بزرگانمونا کوچیک نشماریم، زد بزنی برگشت. من گفت بفرما چی کرد؟ دوباره این بچه خوشحال بنکت بدوه دوید و گفت آقا دکتر رو بردم. گفت ای دیدی چی کردی اسیز اومد از کی میکنه؟ کی میکنه؟ میگه برو میمردم بیمیر تو بیمارستان. بیمارا قبول نمیکنن، میگن تو پول بریز به حساب تو بدیمه، ترخیص نمیکنن پول بده ترخیصش کنی. کو حسین، کو امام حسین. طلاق دارم که گفتم، من میدونم که گفتم، نمونه دارم که گفتم. بر برگرد یهودی دید ای دوباره اومد یه جگر دستش. گفت بچه اینا کجا میاری تو؟ گفت همو آقا بهم داد. گفت چه رنگ بود؟ گفتی که گفتی مشکی. گفت اشتباه کردن باد قوی باشه. دوباره بچه برگشت. به سید الشهدا قسم من کتابشو دارم، از پدرم بهم ارث رسید، از پدرش چاپ زمان فتح علی شاست، دارمش قم تو خونم، اگه اومدی میذارم جلوت. میگد که بچه دوباره رفت دو 5 تا اسب با امام حسین زد زمین، شکمشو پاره کرد، جگر داد به این بچه که بچه یتیم گریه نکند اصول الکرم. یهودی جگر اسب پنجمیا که دید گفت بچه اول برو ببینم این کی، ننت مارجه میکنم اما این کیه. اومد نگاه کرد دید گفت آقا حسین تویی؟ فرمود بله حسین منم. گفت اسبا رو شما خودت گفتی بکشن و به این بچه دادی؟ گفت بله. گفت چرا؟ گفت در دین ما بچه یتیم نباید گریه کنه. گفت بابا اشهد انک لا اله الا الله. برای اینکه یه یهودی شفا بی مسلمون بشه ببین چقدر هزینه میکنن یا حلال عالم. برای اینکه یه بچه یتیم گریه نکند یه مادر خوب بشه، این بچه که بابا نداره بی مادرم نشود، یه یهودی هم مسلمون بشه 5 تا اسبا میزنه زمین. نیست نگردی ها، نیست. تو جنگ با مکد مشکل نمیدونم جنگ اسم چیه مون که شکست خورد اسلام، حنین، داشت امیرالمومنین میزد میرخ جلو، رسید به یکی از گردن کلفتان مشکل، دید الان علی بهش میزنه. گفت یا علی، گفت بله، گفت بده من شمشیر دار. گفت بسو همونجا بهش دار. گفت دید تو میونه میدون میگم بده شمشیر میدی؟ فرمود بله ما اهل بیت کرم. کرم بفرمایید. بفرمایید. گشتم در جهان و گشتم در جهان و آخر کار دلبری برگزیدم که مپوس. آش عبدالکریم هاری میگد من مختزر چشارا بستن پارا بستن افتادم تو بستر دارم میرم، یه وقتم دوتا ملک وارد شدن کیور نشست. این گفت آقا شروع کن قبضی رو خوش کن بریم، عمرش تمامه. بغلی برگشت گفت نه هنو دو دقیقه مونده، هنو دو دقیقه مونده. نشسته بودن دو دقیقه تموم بشه دم از بالای ملک اومد پایین، سلام کرد و نشست. گفت شما چوما دید اینجا آیت الله العظما فقیه زاهد بی نظیر حوزه عاشق مرتضی حائری از باباش عاشق عبدالکریم حائری یزدی، کتابش هم من دارم تو مادرم هست. میگه گفتش که اون ملک برگشت گفت بار چوما دید اینجا؟ گفتن ما گوش کن، ما را خدای من نان فرستاده است عاشق عبدالکریم، ما قبضی روح کنیم عمرش تمام بریم. گفت عجب. گفت بله. گفت ولی من حسین فرستاده است که نکنید. گفتن تو رو حسین فرستاده؟ گفت بله. گفتن ما میریم خدا حافظ. نمیدونی چه عظمت چه خبر است، نمیدونی عظمت چه خبر است. و عناصر الابرار بذار شادت کنم فول بره بیرون. عناصر الابرار، ابرار جمع بر است، آدم های نیک و نیکو. اوی آدم نیکو خودت نیستی، عنصرت حسینه، ریشت حسینه، شالودت حسینه، تو فرعی اصلت حسینه، اساست حسینه، عناصر ابرار، نور الاخیار. من تا اون دو ملک رفتن بنا کردم تکون بخ. گفتن ای نمرده، بگو نیا، بگو نیا.
نیار. منظور گفتم برو تابوتا بیا. بگو نیار. گفتم برو تابوتا بیا. مرد. بگم تکون بخورم. گفتن ای دم شست ما بستن. فهمیدم مرده بوده. دست ما بستن. فشارا بستن. دهنا بستن. پاشتم نشستم گفتن چی؟ گفتم حسین نجاتم داد. دوباره برگشتم. اون وقت وقتی اومده بود قم و اون حوزه هی رام رفتم گفت عجب کربلایی از دست دادم و اومدم قم و این مشغله و هی رام میرفت و حسد میخورد. اون وقت شاگرداش میفرمودن که ایشون وقتی اذان میگفت اقامه میگفت بخواد نماز بخونه لا اله الا الله میخواست بگه الله اکبر میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله اشهد انک قد اقمت الصلاه الله اکبر. صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا قبل از هر نمازی اول به آقا سلام میداد بعد وامیساد نماز و در آرزوی کربلا نالید و نالید و نالید از دنیا رفت. یک بزرگ الان یادم نیست تو همین کتاب سر دلبرانه یک بزرگی خواب ده بود که نجف کربلاست و میگن آشق عبدالکریم داره میاد. اونجا ده خواب ده بود نجف کربلا ده بیدار میشه میگه مردم ها چه خط دنیا رفته است. گفته بودن نگوی حرف خدا رو. گفت تو چرا ایشون فوت شده؟ گفت تو گفت دیشب خواب دیدم گفتن آشق عبدالکریم داره میاد کربلا. فهمیدن همون موقعی که ایشون تو قم فوت شده بود اونها اونجا خواب دیدن که داره میاد کربلا.